نام عیسی مسیح به برنامه ما به کلیسای سفیران مسیح خوش آمدید. خیلی خوشحالم که این امکان وجود داره که میتونم در خدمتتون باشم تحت شرایط که کشور ما و مردم ما دارن از شرایط بسیار حساسی عبور میکنن و تشخیص دادیم که امروز با شما باشیم، اگرچه اینترنت برای عزیزان ما در ایران بسته است و بسیار از دوستانی که باید با ما باشن امروز نیستن، ولی در غیاب این عزیزان میریم و جلسه رو برگزار میکنیم. فیض خداوند دعای ما اینه که آرامش مسیح، صلح مسیح و ایران عزیز قرار بگیره، مخصوصا بر اهل ایمان، ایمانداران عزیز. منم سلام خدمت تمام عزیزانی که ما رو میشنوند دارم و دعا میکنم که در این یه ساعت با هم دیگه وقت خوبی داشته باشیم برای جلال نام مسیح و برای خوبی همه ماها و برای خوبی همه ایرانی ها. آمین. دوستان عزیز، بدر شایسته عزیز نه فقط نویسنده کتاب های مختلف هستن، شاعر هستن، نوازنده هستن، بلکه ایشون تحصیلاتشون در زمینه ملت ها، فرهنگ ها و حتی مذاهب دنیا بوده و هست و واقعا خدا رو شکر میکنم که ما چنین برادرایی کم داریم، انگشت شمارم، ولی چنین برادری داریم مثل دکتر شایسته که زندگیشو، وقتشو، داراییشو، خانوادهشو برای ایران گذاشته. و میدونم که دکتر شایسته مسئلت دل شما رو خداوند به شما خواهد داد و فیض مسیح که شاهد اون چیزی خواهیم بود که همه ما انتظارش رو میکشیم. مرسی، واقعا میدونم جامعه در جایی که شما هستید، ما هستیم حتی تو آمریکا، جایی که واقعا پر آخر هفته است دیگه، آدم باید همه کارا رو جمع‌بندی کنه و کارهای شخصی است، ولی دعوت منو پذیرفتید و به فیض خداوند که بیانات شما و مبحثی که با هم صحبت میکنیم باعث تسلی قوم ملت ما بشه و باعث بشه که راهکاری که شما بهش اشاره میکنید و حکمتی که روح القدس به شما میده باعث تسلی مردم بشه. خیلی هم ممنون. خب دکتر شایسته، دیگه از کسی پنهان نیست که این روزا چه خبره. اگه در گذشته کمی درجه رو کم میکردیم و چیزی نمیگفتیم به خاطر بعضی ملاحظات، ولی امروز دیگه دنیا راجع به این موضوع داره صحبت میکنه، ملت تو خیابونا ریختن. الان که یه ذره اینترنت باز شده، من فیلمایی دیدم، امروز صبح زود پاشدم دوباره دیدم که چقدر دلخراش شرایط که تو ایران وجود داشته و داره، هنوزم خاموش نشده، به فیض خدا خاموش هم نمیشه. بفهمید راجع به این موضوع چیزی بگید که واقعا شما میدونم که فالو کردید، اخبارها رو دیدید، چی فکر میکنید راجع به این شرایط؟ واقعا تو این یه هفته چی گذشت به شما؟ من مدت 30 ساله هر روز دارم احساساتی میشم عزیز دلم، هر روز برای ایران دعا کردم و یعنی دلم رو خیلی شکنده این دولت جمهوری اسلامی. بله. با دردهایی که به مردم میده، مردم این دولت رو ساپورت میکنن، پولشو میدن، حقوق رو از مردم میگیره. بله. و برای این ملت دعا کردم و واقعا به این ملت من تبریک میگم که جنایت رو نمیخوام بپذیرن، واقعا تسلیت میگم به اونهایی که فداکاری کردن و جانشون رو گذاشتن و افتخار میکنم برای اون انسانهایی که جونشون رو کف دستشون گذاشتن برای آزادی. واقعا برای من افتخار بزرگه. ولی در این درد با اونها نیستیم، میدونیم که با همیشه دل ما با اونها هستن، فکر ما با اونها هست و ادامه خواهیم داد به در سهم خودمون، کارهای خودمون رو خواهیم کرد. بله. تمام دنیا افشاکری کردن تا به حال. بله. خیلی از سیاستمدارای دنیا، انسانهای دنیا شنیدن که چه جنایتهایی در ایران میشه. بله واقعیت هم همینه. من ببخشید وسط بیانات شما چیز کم شیطنت کردم، رنگ شما رو درست کردم. ولی دکتر شایسته، میدونم که شما یکی از فعالان سیاسی بودید 40 سال گذشته، بر کسی پنهان نیست که شما در سن جوانیتون چگونه با چنین سیستمی، خیلی مردم این فکر رو میکردن که اگر انقلاب بشه شرایط اجتماعی
بهتر میشه، آزادی ها میاد با اون تمام وعدهایی که بنیانگذار این جمهوری اسلامی به مردم میداد و خیلی از جوونا زندگیشون گذاشتن. شما فرصت داشتید که آقای خمینی رو نزدیک ببینید یا با رئیس جمهور اون موقع بتونید وقت داشته باشید و در طی این سالها که شما مشاهدگر چنین شرایطی بودید در کشور ما، حالا سالام است که از کشور بدورید ولی میدونم که up to date هستید، ملاحظه میکنید، پیگیری میکنید که چی داره میگذره. خب میدونید که این آقایی که در واقع انقلاب کرد، من اسمشو نمیخوام بیارم، ایشون وعده وعده داد و در واقع به مردم گفتش که آزادی میاد، ولی در همون ابتدای انقلاب اسلامی ایران مخالفینی برخواستن که یکی از اونا خود شما بودید طبیعتاً. بعدها ما اینو شنیدیم پیشتر دکتر شایسته اون موقع دانشجو بودن نتونستن با این سیستم کار کنن و مجبور شدید از کشور خارج بشید. این مخالفت ادامه پیدا کرد، خب جنگ ایران و عراق شد و جامعه ما، اجتماع ما در واقع مشغول چنین چیزایی شد، یعنی کشورمون رو از دست دادیم، جوانام کشته شدن، مردم کشته شدن و در طی این سالها نه فقط با فوت آقای خمینی و تغییر بعضی رهبرای اون موقع تا امروز خاموش نشده، بلکه این دامنش بیشتر شده. امروز طوری شده که مردم رضا شاه رو میطلبن که فوت کرده، رهبری قبلی رو میطلبن، یه روزی پدرانشون اونا مرگ میگفتن، حالا در واقع طوری شده که مردم مرگ به رهبر فعلی ایران میگن و این سطح ایران رو در بر گرفته. یعنی اگه واقعا این برنامه‌های این ویدیوهای کوتاهی که از ایران به دست ما رسید نمیاد، ما نمیفهمیدیم چه خبره، ولی شما وقتی نقشه رو میبینید که بعضی از این شبکه‌های در واقع ملی بین‌المللی میذارن، تمام ایران الان قیام کرده. چرا اتفاق افتاد؟ اشکال کار کجا بوده؟ یعنی در واقع شما که از ابتدا به این موضوع نگاه کرد تا امروز، اشکال کار کجا بوده؟ میگه که خشت اول تا نهد معمار کج، تا سریا میرود دیوار کج. بله. اینه که آیت الله خمینی یه آدم حق بازی بود، ما نمیدونستیم، ما جوانها گولش رو خوردیم، ما جوانها میخواستیم که آزادی بیشتری داشته باشیم ولی درست. نمیدونستیم که در هیچ کشور اسلامی شما نمیتونید آزادی به اندازه غرب داشته باشید، چون که اسلام به هر چیزی نفوذ کرده و اسلام با آزادی راه نمیتونه بره. ما نمیدونستیم، اطلاعات نداشتیم، درست. اسلام رو ریشه این نمیشناختیم و ایشون هم ظاهری بسیار جذاب داشتن. مثلا میگفتن که اسلام مگه چشه، کشورهای اسلامی مگه چشون است که آزادی نداشته باشن، غرب داشته باشه، غرب آزادی رو از اسلام یاد گرفته. ما هم باور کردیم اینطور چیزا رو چون اطلاع نداشتیم. الان یکی از مشکلاتی که ملت ایران دارن همینه، این باور رو، این دین رو ریشه نمیدونستن و حتی یه سری حرفایی زدن که ظاهراً فروتنی بود. مثلا گفتن که با سیاست کاری نخواهند داشت، هدفشون فقط اینه که ایران آزاد بشه و بعد از اینکه وارد ایران شد مستقیماً به قم رفت. من اونجا بود که اولین بار رفتیم دیدم، با یه گروه خودمون رفتیم دیدمشون. نمیخواست در سیاست کاری بکنه ولی به ملت ایران کلک می زدن که بعد از مدت کوتاهی به تهران برگشت و نمیدونم رهبریت رو به دست گرفت و کم کم ولایت فقری شد و این آجری بود که از اول کج گذاشت و این دیوار کج رفت. آجری بود که همیشه در کشورهای اسلامی کج بوده، همیشه با آخوندها و ملاها و شیخها کج گذاشته میشه برای که اسلام دین کجیه. و چی شد؟ همون زمان دو سه ماه طول نکشید که من مخالف آیت الله خمینی شدم مثل بسیاری از جوانهای دیگه و همون زمان ما اعتراض کردیم، از همون زمان که ملت ایران گرفتار
رکود اقتصادی هستند، پول ملت رو به سوریه نفرست، به فلسطینیا نفرست و بعدا به حزب الله نفرست. این ملت به رفاه احتیاج دارن، به رفاه حداقل احتیاج دارن. تمام میلیاردها دلار پول رو فرستادن به اونها، ملت ایران رو فراموش کردن و اکنون هم مسئله یمن اومده. یعنی میخوان انقلاب رو استخراج کنن به بهای نابود شدن اقتصاد مردم، زندگی اجتماعی مردم. و اینطور بدبختی از هر نظر برای مردم به جا گذاشتن، به این آیت الله خامنه‌ای به جاش هست، اون کسی دیگه بیاد به جاش هست، چون اینها چیزی از زندگی نمیدونن. اینها فقط میدونن که چطور حمله کنن، فقط اسلام رو بنا کنن، هرچند اگر به بهای نابودی زندگی اسلام باشه. ایرانی ها آدم های خوبی هستند، ایرانی ها جنجالی نیستند، ایرانی ها جنگجو نیستند. ایرانی ها اگه باشون کاری نداشته باشید، زندگی عادی خودشون رو دارن. اگه اونها رو تهدید به مرگ نکنه، ببین حالا چی شده که استخوان کارد به مغز استخوان اینها رسیده، جونشون رو در کف دستشون گذاشتن، در خیابان ها میرن و آذرن بمیرن تا حداقل آزادی رو داشته باشن. اینه که دسته. اونجا این اتفاقا داره میفته و من واقعا یکی این که مثل خودتون، مثل همه دیگه، متاسف این که واقعا این همه بهای سنگینی دارم میدم. ولی از یه طرف دیگه همیشه من میبینم که این ایرانی ها، این زنان قهرمان اونجا واقعا جرأت میکنن و با تمامی قدرت خودشون بر علیه این رژیم دیکتاتور و فاسد تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن. واقعا اشک چشمم همیشه میاد، یعنی میبینم اینا رو، افتخار میکنم که چقدر اینها قهرمان هستن. واقعا خدا رو شکر میکنم برای خیلی از این ایرانی ها که این وضعیت رو درک کردن و نمیخوان که در زیر تاریکی این رژیم خورد بشن. درسته، تمام فرمایشات شما درسته که واقعا ملت ما ملت خوبی بودن، هستن. اینو در تاریخ ایران میبینیم، اینو ما نصف بیشتر عمرمون رو در ایران زندگی کردیم و شاهد بودیم که در شرایط مختلف واقعا چگونه تحمل کردن. یعنی در طی این 40 سال گذشته که ملت ما واقعا تحمل کردن، خودش یک قدردانی بزرگیه، چون به این معنا نبوده که موافق اون سیستم یا تفکرات سیاسی و اجتماعی زمان خودشون بودن، ولی به هر حال اینو در نظر داشتن که ما باید برای آبادی کشورمون، برای آزادی کشورمون و گاهن فریبی که خوردن در واقع باید بیستیم و تلاش خودمون رو بکنیم. و واقعا درود بر این نسل، این جوانان و این خانوم ها. واقعا من همیشه گفتم خانوم ها، بانوان ایرانی واقعا قهرمانن. یعنی خب من و شما کشورهای مختلف دنیا رو رفتیم، شما بیشتر از من رفتید و دیدیم چگونه زنان در اجتماع خودشون نقش دارن. نمیخوام به کسی بار منفی بدیم، ولی خانوان ایرانی چه در انقلاب اسلامی، چه در جنگ، چه در مشکلات اقتصادی و امروز نقش اول داشتن. شما وقتی این ویدیو رو تماشا میکنید که خانم رفته روی پل ایستاده و داره اعتراض خودش رو میگه، واقعا ما همیشه فکر میکنیم خانم ها خیلی ضعیفن، ولی واقعا درود بر شجاعتشون، درود بر همتشون. اونا هستن که جووناشون رو تشویق میکنن برید تو خیابون، شوهراشون رو سپورت میکنن برید بیرون این کارو بکنه، و دعا میکنیم حقیقتا ملت ما به آرزوی دلشون برسن. اما دکتر شایسته، شما به عنوان تحلیلگر، به عنوان یک فرد سیاسی، به عنوان یک شخصی که خادم خدا هم هستید، وقتی نگاه میکنید به این وقایع تو این 40 سال گذشته، مثلا امروز مردم چی میگن و چی میخوان؟ سوالشون چیه؟ مردم میبینید، میدونید انسان ها طوری هستن که همیشه آرزوی آزادی دارن، همیشه آرزوی پیشرفت دارن، آرزو دارن که فرصت بشه براشون خلاقیتشون رو ارائه بدن، به خانوادهشون کمک کنن، به فرزندانشون کمک کنن، آینده فرزندانشون خوب بشه. متوجه هستین؟ اینها رو
دولت جمهوری اسلامی اینها را ازشون گرفته، تمام درها باز شده، میلیون ها ایرانی ها در سالهای گذشته از ایران فرار کردن، جوون ها مغزهای اون کشور فرار کردن، از اون کشور رفتن. برای اینکه نمیتونن با اون افکار تهجری، افکار قرن هفتم بدوی عربستان سعودی زندگی کنند. متوجه هستی؟ اینه که این چیز طبیعی، حق طبیعی انسان هاست که یک کمی آزادی داشته باشن تا بتونن زندگیشون رو بگذرونن، یه به اندازه معمولی کار کنن، خانوادهشون رو اداره بکنن، این ور اون ور نرن، 24 ساعت در فکر این نباشن که خودشون رو به این ور اون ور بزنه، یه لقمه نونی برای خانوادهشون تهیه کنن. اینها چیزایی است که ایرانی ها ازش محروم شدن و مردم دیگه میبینن که دیگه این مثل مرگ براشون. دیگه تا چقدر تحمل کنن؟ هی تحمل میکنند، آیت الله بیشتر به اونها درد میدن. و به خاطر این است که مردم میگن که اون مادر میگه که دیگه من چیکار کنم؟ چه راهی برای من مونده؟ رسیدیم به لب پرتگاه، رسیدیم به لب مرگ، دیگه اگه قرار بمیریم بذار اینطوری بمیریم، این آیت الله هم با ما بمیرن و اون یکی هم بمیرن. اینه که حق مبتدی، حق اولیه هر انسانی که یه مقداری آزادی داشته باشه بتونه خانوادش رو اداره بکنه. و ایرانی ها به خاطر این بها دارن میدن. بله بله، من دیروز هم فکرم خدمت شما گفتم، نمیدونم به شما گفتم به کی گفتم، بدونید ما در کتاب مقدس میبینیم که خدا انسان رو آزاد آفریده و در بطن همه ما انسان ها هست که میخوایم آزاد باشیم. درسته که در خیلی از جوامع و دوار میبینیم که مردم آزادی رو به شکل اشتباهی تعریف کردن، ولی همونطور که دارید میگید آدم همون شعار رو میشنوه. من یادم بچه بودم، نوجوان بودم که میشنیدیم مردم نان، مسکن، آزادی میخوان. حالا اون موقع شعار چه گروهی بود چه دستی بود کار ندارم، ولی امروز مردم همین میخوان. مردم آزادی میخوان، مردم میخوان اگر نمیخوان نماز بخونن یا مثلا مسلکی رو که اجدادشون بهشون منتقل کردن پیروی کنن، آزاد باشن. چیزی که در خیلی از جوامع حتی اسلامی ما میبینیم که در همون لبنانی که دولت ایران داره حمایت میکنه، اونجا مردم خودشون تصمیم میگیرن به گمانم چجوری زندگی کنن، ولی مردم آزادی میخوان. مردم میخوان که صبح با اشتیاق برن سر کار، یه لبنون در بیارن، شب برگردن با زن بچه‌شون. ما ایرانی ها در واقع مردمی هستیم خانواده دار، مردم دوست. من یادم بچه بودم چطور پدر من دوستا و اقوام دور خودشون جمع میکرد، با هم ساعت خوبی رو داشتن. مردم همینه میخوان، چیز بیشتری نمیخوان. و طبیعتا وقتی میبینه که یک جامعه نمیتونه حتی بنزین بزنه به ماشینش، یا مثلا قیمت دلار بیشتر از تومان و ریال میشه، ریال که اصلا معنی نداره، طبیعتا فشاری که بر جامعه میاد از همین نشأت میگیره. طبیعتا خب اون مادری هم که تو خونش داره بچه‌ها رو بزرگ میکنه، میخواد که غذای خوب به بچه‌ش بده، میخواد شوهرش وقتی میاد خونه بهترین براش در اختیارش بذاره. و این چیزهای ابتدایی که وقتی وجود نداره، اینجاست که مردم به جای میرسن که دیگه میگن با قول شما اگه لازم بمیریم خب بمیریم، کسی با مردن خوشحال نمیشه. صدها نفر در این چند روزه کشته شدن، زخمی شدن، و نمیدونم زندان‌ها شاید بیشتر از بالا، گرچه ایران کلن زندانه، زندان ها پرتر از در واقع خیلی جاهای دیگه هست، به جایی که مدرسه ها در اونجا جوان ها و نوجوان ها تحصیل بکنن بیان بیرون جامعه رو شکل بدن، خراب و خرابتر داره میشه. و واقعا این حق ابتداییه. ولی به عنوان کسی که تحصیل کردید، تحصیلات عالی دارید شما، مردم شاید کم بدونه زیاد بدونن، کسایی که امروز ما پیوستن، دکتر شایسته سالها در دانشگاه سیدنی استرالیا تحصیل میکردید اونجا، و من میدونم که شما به بعضی مجلس های دنیوی کشورهای مختلف دعوت شده، شما سخنرانی کردید اونجا. به عنوان کسی که تحصیل کرده هستی، تحولات فرهنگی بسیار از این ملت ها رو دیدید، مثل سوئیس، مثل کشورهای اروپایی، حتی استرالیا و نزدیک هم ملاحظه کردید. چرا ملت ما به این روز افتاده و برای چنین شرایطی که مردم رنج دیده و ماتم زده هستن، چه پیشنهادی رو یا چه چیزی شما فهم میکنید که باید جایگزین بشه؟ مشکل ایران
مشکل ریشه‌ای هست، مشکل باور هست، مشکل عقیده هست، اسلام هست. تاریخ اسلام نشون داده هرگاه سیاستمدارای کشورهای اسلامی اسلام رو جدی گرفتن، اون کشور از هر نظر عقب مونده. شما نگاه کنید سودان رو، همین ایران رو، ایران رو که کشور شیعه است، سودان یک کشور سنی هست، افغانستان خودمون رو نگاه کنید. هر موقع اسلام جدی گرفته شده اون کشور از هر نظر عقب افتاده. دلیلش به خاطر این است که اسلام فقط به تسلیم اعتقاد داره. معنی اسلام یعنی تسلیم، شما باید تسلیم بشید. وقتی که تسلیم شدید، رهبر در اسلام، امام در اسلام، پیغمبر در اسلام حق ولایت مطلق داره. همین که ولایت فقیه میگن معنیش اینه که شما هر چیزی که دارید مال ولایت فقیه، مال امامه، مال پیغمبره. پیغمبر امام میتونه بیاد حتی زنت رو ازت برداره و بگه که این دیگه زن منه، شما حقی ندارید اعتراض بکنید. مال شما، دارایی شما، حقوق شما، فکر شما، دل شما همش به ایشون وابسته هستن. ایشون برای شما فکر میکنن، ایشون باید برای شما تصمیم بگیرن. ببخشید، شما تصمیم نمیتونید بگیرید. درسته. هر چیزی شرطی هست در اسلام. درسته. به خاطر همین بود که در زمان قاجار، قاجاری ها خیلی مسلمان بودن، پادشاهاشون همه اسلام رو زیاد تبعیت میکردن، سلطنت رو کردن مشروطه، مشروطه سلطنته. یعنی چه؟ یعنی پادشاه داشته باشیم ولی باید به شرط اسلام باشه. مثلا دختر پادشاه نمیتونه ملکه باشه. اینه که از هر نظر شرطی هست. وقتی که اسلام حکومت کرد، اقتصاد فدا میشه، سیاست فدا میشه، روابط اجتماعی فدا میشه. همین که شما گفتید که مثلا پدرتون دوستا و فامیل ها رو می آوردن با همدیگه می نشستن، بعد از انقلاب دیگه فامیل ها هم از همدیگه می ترسیدن، حتی در بله. خانواده بله. از بچه تون می ترسیدن. بله. اولین بار که بچه ما، دختر بزرگی با ما مدرسه رفت، اولین بار بهش دروغ را یاد دادیم. عزیزم اگه ازت پرسیدن در مدرسه که پدر مامان بابانت نماز بخونه، بگو که آره نماز می خونن. بله. باوجود اینکه دیگه از اسلام زده شده بودیم و نمیخواستیم نماز بخونیم، متوجه هستی؟ بله. اینه که این ولایت فقیه، اون تسلیم بودن اسلام، تقاضای تسلیم کردن اسلام، هر چی رو از شما میگیره میده به رهبر. رهبر نیازش رو به هر وسیله‌ای که میخواد باید از زندگی شما بیرون بیاره، حالا فرد فقیر باشی یا اینکه پولدار باشی. الان میبینیم دیگه، مثلا بله. پول بنزین رو آوردن بالا، اصلا براشون مهم نیست که مردم از گرسنگی بمیرن. بله. فقط رهبر ولی فقیه باید همیشه در رفاه باشه، مردم میخوان بمیرنم بمیرن. این اسلامه، این روح اسلامه. بله. شما وقتی قرآن رو میخورید همه اینها رو درک میکنید که همه چیز مال محمده، همه چیز مال رهبر محمده. اسلام شریعتش این رو میگه، کسی که در جای محمد حکومت میکنه اونو حق مردم رو داره، تا مردم هیچ حق ندارن. حالا ایرانی ها به این مرحله بدبختی رسیدن، 40 سال بدبختی کشیدن. من پیشنهادم الان به ایرانی ها اینه، اسلام رو از زندگیتون بذارید بیرون. واقعا اگه نذارید بیرون، همینطور بیچارگی ادامه داره براتون. بله. من اینجا تبلیغات نمی کنم، من اینجا این حرف رو نمی زنم به خاطر اینکه یه پیرو عیسی مسیح هستم. من این حرف رو می زنم برای اینکه تمام سیاست های دنیا رو مطالعه کردم، فرهنگشون رو مطالعه کردم، مذاهبشون رو مطالعه کردم و می بینم که چرا یک کشوری عقبه و چرا یک کشوری پیشرفت از. از این بابت به ایرانی ها دارم میگم. درسته چیزی از پدر مادرت برات مونده، مثلا این دین از پدرت برات مونده، بله. عوض کردنش برات راحت نیست، ولی این به بهای مرگ تو، به بهای مرگ فرزندانت هست.
و باید اونو بذارید کنار. گذشتم از نظر روحانی هم برای شما آرامشی نداره. همیشه در بی‌اطمینانی زندگی میکنه. اسلام به شما اطمینان نداده. حالا مسئله روحانی رو من بذارم کنار برای شما. برای الان دردی که شما میکشید دردتون بیشتر دنیوی هست در بله. دنیا. بله. میخوام بگم در ایران این همش به خاطر از اسلام، برای اینکه اسلام یک سیاست اقتصادی نداره. اسلام اخلاقیات اقتصادی نداره. اینه که ورشکسته شده و ورشکسته تر هم خواهد شد. پیشنهاد من اینه که از امروز شعارم بدید که در ایران اسلام دین رسمی ایران دیگه نیست. بله. هیچ دینی در ایران رسمی نخواهد بود. برای اینکه اگه دینی رسمی شد اون دهنکجی به آزادی مردمه. چطور بله. که کمونیسم در کشورهای کمونیسمی رسمی شده، دهنکجی به آزادی مردمه. اینه که ایرانی ها باید اینو واقعا یاد بگیرن، ریشه‌ای به زندگی خودشون فکر کنن. واقعا یعنی خداوند چشمان ملت ما رو باز کنه. مشکل خیلی از هموطنان و همزبانان ما این بوده همیشه که هیچ وقت نرفتن کتاب‌های ابتدایی اون مسلک رو بخونن. یعنی اگر مردم برن خود قرآن رو بخونن، تاریخچه اسلام اونطوری که بوده بخونن، مطمئن نخواهم فهمید که با اخلاقیات و فرهنگی که اجداد ما در زمان کوروش کبیر و سایرین در واقع پیروی میکردن بسیار متفاوته. ما ملتی هستیم که در تاریخ خودمون میگیم پندار نیک، گفتار نیک، کردار نیک، که همین سه اصل که به نظر من کتاب مقدس هم تاییدش میکنه، این سه اصل اگه شما بخواید با قرآن مقایسه بکنید، با اسلام مقایسه کنید، میبینید کاملا منافات داره، بسیار متفاوت هستش و نه فقط نظر روحانی در واقع تاثیرگذار خیلی بدیه. من واقعا دیشب گریه میکردم در خانه دعا که این عزیزانی که فوت کردن، درست شهید شدن ولی اینا مسیح رو ملاقات نکرده بودن. آیا واقعا به حضور خدا میرن نمیرن؟ چیزی که در مسیح ما میبینیم تضمین شده که اگر به او ایمان بیاریم ما تا ابدالآباد با خداوند خواهیم بود. نه فقط در این زمین برکت خداوند رو تجربه خواهیم کرد، بلکه ابدیت رو در حضور خدا و فرشتگان و انبیای او خواهیم بودش. ولی متاسفانه در اسلام اصلا هیچ تضمینی وجود نداره که اگه شخص از این دنیا بره به حضور خدا میره. و مسلما شما خیلی کتاب ها و خیلی در واقع فیلم ها دارید، در یوتیوب و در فیسبوک میرم فعالیت داری میکنید، در تلگرام که به این موضوع پرداختید. من تشویق میکنم عزیزان، دیروزم تبلیغات فیسبوک تلگرام بعد شایسته رو گذاشتم، واقعا برید اونجا ببینید که مطالبی که ایشون به انگلیسی و فارسی میذاره کمی فکر کنید، کمی تعمق کنید. ایماندارا اینها رو با دیگران در میون بذارید. این به این معنی نیست که ما با جسم و خون دعوا داریم، این معنی است که قسمتی از خدمت واقعی ما مسیحا اینه که در واقع چشمان مردم رو باز کنیم تا آن کاری که مسیح روی صلیب کرد رو ایرانی ها بشناسن و نجات پیدا بکنن. طبیعتا ایران و ایرانی وقتی برای مسیح بشه سرنوشتش عوض میشه، چون تنها مسیح بود که برای ما انسان ها مردش. ولی وقتی ما پیروی میکنیم از چنین مسلک دروغین و شیطانی، حتی دیگه تمام در واقع فرهنگ ها دارن راجبی صحبت میکنن، میبینیم که چگونه زندگی اجتماع رو از هم میپاشونه. شما اشاره کردید به اینکه بچه‌شش رو باز میکنه دروغ رو از پدر مادر یاد میگیره و خیلی خیلی ریاکاری های دیگه که وجود داره و طبیعتا جامعه تبدیل میشه به اون چیزی که امروز ما شاهدش هستیم. پس حقیقتا منم با دکتر شایسته موافقم که خیلی مهمه که ما بخونیم، حتی اگه انجیل نخونید یه بار انجیل رو بخونید ببینید که مسیح چی میگه، بلکه کشور ما رستگار بشه. میبینم چیزی میخواهید بگید، من شما رو باز نگه ندارم. میخوام روی برای تقویت کلام شما حرفایی که زدید، انسان اگه در درون خودش اطمینان و آرامش و شادی نداشته باشه نمیتونه در جاهای دیگه موفق بشه. این بزرگترین فرقی هست که بین انجیل و قرآن هست. در قرآن هیچ چیزی باعث آرامش مردم نیست. شما آرامش دل ندارید، اطمینان از این زندگی ندارید، اطمینان از اون زندگی هم ندارید، همش
میگید که معلوم نیست، الله و علم، شاید اونجا از جهنم آزاد شدم و رفتم. بله. ولی اینجا رهبریت خوب مسیح اینه که از اینجا در دل شما اون آرامش اطمینان رو میکاره که تا اون آرامش درونی شما برای شما آرامش اقتصادی بیاره. درست. آرامش سیاسی بیاره. آمی. آرامش اجتماعی بیاره. آمی. حتی آرامش اخلاقی برای شما بیاره. آمی. که بتونید به حق دیگران احترام بگذارید. اسلام به حق دیگران احترام نمیذاره. به خاطر این میگم که هیچ دینی مثل اسلام نیست واقعا. اسلام واقعا حق انسانها رو دیر پا میذاره. حتی بت پرستا به حقوق مردم احترام میذارن، ولی اسلام نمیذاره این رو. بله. یعنی برای قوت کلام شما دارم میگم که شما میگید که اونایی که جان خودشون رو دادن آیا با مسیح آشنایی داشتن نداشتن؟ واقعا آشنایی با مسیح، نه اینکه از نظر روحانی شما رو به شما اطمینان میده و آرامش ابدی به شما میده، ولی آرامش های دیگری هم به زندگی شما میاره. بله. ای کاش که این آیت الله خامنه‌ای یک کمی از مسیحیت میدونست و در مقابل مردم خودش رو فروتن میکرد، از اونا معذرت خواهی میکرد. ولی چون که نمیدونه، چون که فقط در اون پوسته اسلام گرفتار شده، این همه گرفتاری رو برای مردم ایجاد کرده. خدا بهشون رحم کنه. پس دکتر شایسته، خیلی از مخاطبین ما ایمانداران هستن. به عبارت این جلسه بیشتر برای ایمانداران هست، هر جمعه که در خدمتشون هستیم. به نظر شما ما مسیحی‌ها در چنین شرایطی، مخصوصا در بهبودی جامعه ما و کشور ما، نقش ما سهم ما چیه؟ من میبینم که بعضی از مسیحیان و کشیشان میگن ما باید سکوت کنیم، یا بعضی هم میگن ما باید بکشیم، انقلاب بکن. تعدادشون کمتره که مرگ بر این میگن، مرگ بر اون میگن، که من موافق نیستم اصلا، چون پیام انجیل مرگ بر این مرگ بر اون نیستش. ولی نقش ما و سهم ما چی میتونه باشه به عنوان مسیح برای چنین شرایطی و برای کشور عزیز ما؟ مسیح یکی از شگفتی های عیسی مسیح اینه که یک نقشه ای به ما داده که خیلی بیشتر از بزرگتر از اون نقشه ای است که ما میکشیم. درسته. میگه خوشا به حال فروتنان، جهان مال اونها خواهد شد. آمین. یعنی فقط نمیگه ایران مال شماست، جهان مال شماست. چون فروتنها، درسته، رهبرش در فروتنی، رهبر فروتنه. یادت مطمئنه، یادت هست که بله. مسیح میگه که بزرگترین شما خادم دیگران باشه. بله بله. وقتی که رهبر شما خادم هست، کسای دیگه میان با شما رو به راحتی صحبت میکنن. بله. خامنه ای خادم نیست، آقای روحانی خادم نیستن، متوجه هستین؟ اونها حاکمن، دیکتاتورن. ولی مسیح میگه که شما خادم هستی، شما فروتن هستی. بله. به خاطر فروتنی که ما از مسیح داریم و بهش ادعا میکنیم، فروتن هستیم. همین بله. که یه خطایی میکنیم فوری میتونیم معذرت بخوایم، باید ادعا بکنیم که فروتن هستیم. توجه هستیم؟ و این فروتنی هم از ما نیست، از مسیح. شکوه بله. و جلال عیسی مسیح که به زندگی ما آمده. آمین. در این فروتنی ایران هدیه‌ای هست در دست ما، که ایران رو به عنوان یک عروسی به نزد تخت پادشاهی عیسی مسیح بلند کنیم. وظیفه هر کدوم از مسیحی هاست. این اولین دلیل. دومین دلیل اینه که ایران وطن ماست. بله. ایران سرزمین مادری ماست. ایران با عاطفه ما کاری داره. من همطوری که خودت میدونی در کشورهای زیادی بودم. کشورهایی در دنیا هستند که زیبایی هایشون بهتر از زیبایی ایرانه. بله. بیشتر از ایران زیبایی طبیعی دارن. بله. من هر موقع اون زیبایی های طبیعی رو دیدم، احساسی شدم ایران، یادم اومده گریه کردم. ای خدا. متوجه هستین؟ بله. آرزوی من همش در 30 و اندی سال گذشته این بوده که بتونم به ایران برم، به سرزمینم برم، خاطره هایی که برای اونجا داشتم اونها رو ببینم، اونها برای من زنده بشن. و
دلیل سوم اینه که مسیح میگه که شما نور و نمک جهان هستید. بله. بله. و اون زمانی که مسیح به آسمون صعود میکرد به شاگردانش گفت بمونید اینجا تا روح به شما بیاد و بعد از اون از شهر خودت شروع کن. بله. گفت از اورشلیم شروع کن. بله. برو به یهودیه، برو به اقصا مختلف دنیا. ایرانی ها، ایران شهر شماست. بله. ای مسیحای ایرانی، مسیح زندگی شما رو عوض کرده، زبان ایران رو میدونید، فرهنگ ایران رو میدونید. آمین. باید بدرخشید از هر نظر. بله. مسیحیایی که در خارج از کشور هستید، ایران هستید، در اروپا هستید، در آمریکا هستید، علاقه و شوق به تحصیل دارید، تحصیلاتتون رو ادامه بدید، حتی دکتراتون رو بگیرید که در آینده ایران به شما نیاز خواهد داشت. مسیحی ها در طول تاریخ، حتی یهودی ها هم اینطوری بودن، حتی کشورهای اسلامی به ناچار بودن که از یهودی ها استفاده کنن، برای اینکه تبحر داشتن، دانش داشتن، تحصیلات داشتن. تحصیل کنید، از هر نظر تحصیل کنید. من الان این مخالفان ایران رو در همین آمریکا میبینم که بعضی هاشون همینطوری بیبنیه حرف میزنن. چرا؟ برای اینکه تحصیلات ندارن. درست. تحصیلات حقوقی ندارن، تحصیلات تاریخی ندارن، تحصیلات اقتصادی ندارن. مسیحی ها، اونایی که شماهایی که شوق تحصیل دارید، تحصیل کنید، دکتراتون رو بگیرید، فوق لیسانستون رو بگیرید، در آینده بتونید به این کشور خط بدید، در کشوری میتونه درست بشه که سیستم آموزشیش درسته. درسته. از سیستم آموزشیش باید شروع کنیم. اینه که کارهای زیادی هست ما مسیحی ها میتونیم برای ایران بکنیم. ما یک تسلی کوچک ما به این ملت ایران برای اونها میلیون ها ارزش داره. آمین. یه دعای کوچک ما برای اونها ملت ارزش داره. ولی هر تسلی و دعایی باید پشتش عمل داشته باشه عزیزان من. درسته. ما به هر وسیله‌ای که میتونیم به ایران کمک کنیم باید کمک کنیم. درسته. باید کمک کنیم، نه فقط دعا بکنیم. من میدونم که خیلی از ایرانی‌های مسیحی پتیشن ها امضا کردن و دارن میکنن، چون بخشی از جامعه ایرانی در چند سال گذشته که صدمه دیده و مورد جفا قرار گرفته، ما مسلمان های مسیحی شده بودیم و گاهن برادرای ارمنی و آشوری که مثل کشیش هایک، آقای میکایلیان و دیگران که زندگیشون رو برای خدمت بین مسلمان ها گذاشتن و بشارت دادن. و طبیعتا جامعه ارمنی و آشوری نیست صدمه دیده به خاطر این موضوع، نه فقط به خاطر اینکه دارن بین مسلمان ها راجع به مسیح صحبت میکنن. چیز بنیادی که شما بهش اشاره کردید، مسیح گفت برید به اورشلیم، از اورشلیم شروع کنید، یهودیه، سامره و اقصای نقاط جهان، بلکه جامعه ایرانی ارمنی و آشوری صدمه دیده و آزار دیده. حالا بعض از اونها شاید مثلا هنوز غیرت ملی که تو ایران داشتن هنوز دارن، حتی من میبینم گریه میکنم، بار دارن. بعض از اونها میگن که ما هر جوری شده باید مسلمان زاده ها رو خدمت کنیم، بشارت بدیم. و این غیرت و این چیزی که در قلب یک مسلمان آشوری و ارمنی هست برای یک مسلمان، چیزی که در انجیل به اونها در واقع سپرده شده و به ما سپرده شده. ولی ما مسلمان های مسیح شده که در واقع تجربه محبت مسیح رو چشیدیم، یاد این آیه میفتم، پتروس رسول در کتاب اعمال رسولان میگه ما نمیتونیم اونجوری که دیدیم نگیم، نمیتونیم خاموش باشیم. مسلما همین مصاحبه ها باب دل بسیاری نخواهد بودش، با ما بدرفتاری میکنن، چه بسا که من میدونم هنوزم با شما وقتی تماس میگیرن در پایین فیلماتون و جای دیگه به شما توهین میکنن، به خانواده های ماها توهین میکنن و حتی میگن میکشیمتون. ولی آخه مگه غیر از اینه که مسیح گفت هر کی میخواد من رو متابعت کنه و صلیبش رو برداره و انجیل رو موعظه کنه؟ ما خوانده نشدیم که بگیم اسلام بده و از خدا نیست و حالا میخوایم مسیحی باشیم. یعنی کت عوض نکردیم، ردا عوض نکردیم، بلکه ما داریم خدای واقعی رو متابعت میکنیم و بعد بهاش هم بدیم. همونطور که تاریخ مسیحیت از شاگردان گرفته شده تا تاریخ مسیحیت، ببینیم چطوری بها دادن. بنده در هندوستان که 2 سال با خانومم نازنین جان و کودکمون آریان اون موقع پناهنده شده بودیم،
در شهر مدرس مکانی دیدم که تومای رسول که وقتی آن شاگرد شکاک که مسیح رو ملاقات میکنه شروع میکنه به اشارت دادن از ایران عبور میکنه، بعضی کلیسای ایران اسمش حضرت توماس، و به هندوستان میره و در شهر مدرس شهیدش میکنن، میکشنش. پتروس رو وارونه مصلوب میکنن. پولس رسول ما شنیدیم سرش رو اره کردن به خاطر که انجیل موعظه کرده، و دیگران که چگونه ایستادن. در همین عصر حال میبینیم کشیش هایک، کشیش دیباج و کشیشان دیگه چگونه جانشون رو در دستشون گرفتن. امروز کشیش ویکتور عزیز، خواهر شامیران عزیز در ایران همچنان تحت فشارها هستن. من روزا خیلی براشون دعا میکنم که واقعا به عنوان یک رهبر، به عنوان خادم، دوست من هستن، پدر روحانی من هستن، چه کار دارن میکنن اونجا واقعا، چقدر دلشون شکسته به عنوان خادمین خدا. و بسیاری از ما هم که خارج از کشوریم شاید نمیان جلو میکروفون خیلی چیزا رو بگیم، ولی من میبینم اشکا رو، میبینم دلهای شکسته رو. پس نباید سکوت کرد، باید دید داشت. و من با اجازه شما، البته برای مال شماست، واقعا میخوام اینو بگم به ما مسیحی‌ها، باید خودمون رو آماده کنیم برای فردای ایران. یعنی فکر من نمیدونم چقدر ما آماده هستیم. اپوزیسیون ادعا میکنن که ما شورا درست میکنیم، ما میخوام رهبریت درست کنیم، خدا بهشون حکمت بده، شاید خدا برای این موضوع خوندتشون یا خدا داره مقررشون میکنه، ولی ما به عنوان مسیحی‌ها برای 80 میلیون خورده انسانی که دشکسته هستن، افسرده هستن، افسردگی تو ایران خیلی زیاده، دیپرشن خیلی بالاست، بهشون تجاوز شده. ما پسرهای با ما تماس میگیرن میگن من بچگی پدرم به من تجاوز کرده، دخترهای تماس میگیرن میگن دو پدر من تجاوز کرده. اسلام به شما این فرصت رو داده که این کارو بکنید در واقع، و این وحشیگری داشته باشی. آیا ما واقعا چه برنامه‌ای داریم برای ایران آینده؟ اینجاست که ما با افراد تحصیل کرده، نه فقط الهیدان، که خدا رو شکر خیلی از نسل امروز میبینم که دارن میخونن، لیسانس میگیرن، فوق لیسانس میگیرن. یه زمانی با یک نفر بیشتر نداشتیم که دکترای کتاب ما هستش، امروز ده ها نفر داریم که دارن تحصیلات عالیه میکنن. ولی ما به افراد کارشناس هم احتیاج داریم، روانشناسا، کسانی که حقوقدان هستن، همچون که شما گفتید. من آرزوم اینه و به عنوان دوست، به عنوان برادر برای شما دعا میکنم دکتر شایسته، شما یه روزی افرادی مثل شما نماینده من مسلمان مسیح شده تو مجلس ایران بشن. شما وقتی میتونید برید تو فنلاند توی مجلس صحبت کنید، تو کشورهای مختلف تو مجلس صحبت کنید، چرا وجود شما برای من مسلمان مسیح شده، خدا شکر برای آشوری ها، خدا شکر برای ارامنه که نماینده خودشونو شاید خواهند داشت، ولی برای من چرا نباید نماینده باشه که بتونه از حق حقوق من دفاع بکنه؟ و ما احتیاج به چنین افراد تحصیل کرده داریم. و منم واقعا جوانان تشویق میکنم، والدین رو تشویق میکنم که فرزندانشون رو در این راستا تربیت بکنن، حالا در امور نه فقط اجتماعی بلکه در خصوص کلیسا داری و خدمات مختلف مسیحی حتی میتونه خیلی 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 مفید باشه. و چه قشنگ که ما فردا ببینیم که وزیر آموزش پرورشمون یک مسیحیه که در واقع تازه داره میتونه به جامعه 80 خورده میلیونی ایرانی این تعلیم بده که در واقع بچه ها در مسیر روش کنن، پدر مادر ها بچه شون در مسیر در واقع تربیت کنن. پس ما احتیاج داریم به اینجور افراد. شاید هم یه ذره ما عقب هستیم هنوز نسبت به این رویا. نظر منطقی برادر الناتان، باید مسیح برای ما دلیل هم گذاشته. درست. مسیح گفته که شما چراغ روشن میکنید، چراغ نمی پوشونید که. درست. ببین چقدر منطقی حرف زده. بله. میگه شما نور من هستید، نور رو هیچ کسی مخفی نمی کنه. خب چرا روشن نکن؟ چرا روشن میکنی روش سرپوش میذاری؟ بله. پس چراغی که روشن شده نورش به کسی دیگه باید برسه. بله بله. یک مسیح پیرو به عیسی مسیح چراغ عیسی مسیحه، باید به کسای دیگه برسه. این از این منطق قدرتمندتر منطقی نیست. اینه که برادران و خواهرای مسیح واقعا باید بدرخشن. گذشته از اون، آیا محبت میترسه؟ هرگز. انجیل به ما میگه که محبت کامل بر ترس غالبیت داره. آمین. از نظر منطقی هم درسته. آیا مثلا شما میبینید که فرزند شما یک خطری اونو داره تهدید میکنه و میدونید اون رو، آیا
جون خودت رو میذاری بچه‌ت رو البته اونجا نجات میدی یا نه؟ حتما این کارو میکنه. ایرانی ها اینو میفهمن. چرا؟ بله. برای اینکه یک رابطه عشقی هست اونجا. بله. عشق عیسی مسیح عشق کاملیه. شما من و شما اگه میگیم که ما طرفدار عیسی مسیح هستیم ولی بهان حاضر نیستیم بدیم برای انسان‌هایی که گرفتار هستند، باید یه علامت سوال جلوی ایمان خودمون بذاریم. بله. چون که مسیح برای من بها داد. بله. من هم باید برای بها بدم. چرا؟ از نظر منطقی، برای اینکه این طبیعت عشقه. درسته. وقتی که عشق برای شما حاکمیت پیدا کرد، اون موقع ترس معنی نداره. نمیگم که در زندگی ترس نداری، ترس داری، ولی بعد ترس حکومت میکنه. بله بله. به ترس درون خودت میگی که ساکت شو در نام عیسی مسیح. آمین آمین آمین. میپذیرم، واقعا درست دارید میگید. دوستو شایسته، ما وقتمون کمه، چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، ولی شما به عنوان فعال اجتماعی سیاسی، به عنوان یک مرد خدا، آیا با افراد مسئولین اپوزیسیون در تماسید؟ آیا مایلید که باشون صحبت کنید؟ افراد مشخصی هستن، چند نفر بیشتر نیستن در واقع حزبای مختلف که علاوه اپوزیسیون هستن، و اگر باشون تماس بگیرید و یا پیام شما را اگه بخواید از این تریبون بهشون بگید، به مخالفین اپوزیسیون چه داخل کشور چه خارج از کشور، پیامتون چی هستش؟ واقعا پیام من اینه که، یعنی دعا میکنم، واقعا من دعا میکنم که به عنوان یک انسان بی‌غرض اینجا دارم صحبت میکنم، دعا میکنم که این پیغام ما به گوش همه اونها برسه. پیغام من اینه که در ایران این تظاهرات به یه نوع رهبری احتیاج دارن. طول تاریخ تظاهرات انسان ها نشون داده که اگه یک رهبری اونجا نباشه، اگه یک رهبری نداشته باشن، یک رهبر، نه ده تا رهبر، یک رهبری نداشته باشن، اون به نتیجه نمیرسه. ولی آیا در ایران، در میان ایرانی ها، چه در ایران و چه در خارج از کشور، رهبری هست که کیفیتی داشته باشه که بتونه یک جایگاهی باشه که ایرانی ها اون رو به عنوان پروسه خودشون استفاده کنن تا به اون آزادی دلخواه خودشون برسند؟ آیا چنین شخصی هست یا نه؟ اونو میخوام امروز برای شما بگم اینجا در همین وقت کوتاهمون. بله. در هیچ کشور اسلامی ما مدل رهبریتی نداریم که انسانها رو بهشون کمک کنن، بهشون آموزش بدن، برای اونها بیستن و تا اونها به اون آزادی برسن. این یکی. دوم این که هیچ مدل آزادی، هیچ پکیج، هیچ بسته آزادی ما در دنیا مثل آزادی غربی نداریم که از هر نظر به آزادی انسان‌ها احترام بذارن. هیچ جا نداریم ما. درسته. آیا ایرانی ها میتونند اون شخص رو استفاده کنند به این آزادی برسند؟ یه چنین شخصی دارند؟ اصلا ندارند. عجب. چرا؟ برای شما بگم، در تمام کشورهای اسلامی دو نوع مدل رهبری وجود داره. یکی رهبری اسلامی های دو آتشه و یکی رهبرهای ملی که ملی‌گرا هستند، نصف زندگیشون رو از اسلام میترسن ولی نصف زندگیشون رو باز کردن به غرب. شاه یکی از اینها بود، رئیس جمهوری آذربایجان اینطوریه، آقای سیسی در مصر اینطوریه. ولی ایرانی ها یه امتیاز بزرگی دارند. ایرانی ها کشورهای آسیای دور مثل ژاپن، مثل اونها هم یه امتیاز دارن. من اونجا نمیخوام وارد بشم ولی میخوام در مورد ایران صحبت کنم. ایرانی ها یه مدل رهبری دارن که اون مدل رهبری رو میشه به مدل آزادی غرب وصل کرد، اونم مدل داریوش بزرگه. بله. در زندگی داریوش، من از کشورگشایی داریوش صحبت نمی کنم، کشورگشایی داریوش به درد نمیخوره الان، متوجه هستید؟ بله. در اون زمان مدل بود، هم برای یونان مدل بود، روم مدل بود، هم برای تمام کشورها، چین اینطوری بود، ژاپن اینطوری بود، ولی
در تمدن امروزی اونا به در نمیخونن، ولی مدل دموکراسی کوروش مدلی هست که هر موقع ایرانی ها اون رو به یاد آوردن یک همی تونستن نفس بکشن. درسته. یک شخصی باید این مدل رو کاملا انتخاب کنه، قبول کنه، بهش تن بده تا بتونه ایرانی ها رو رهبری بکنه. ایران بیشتر از 400 تا لهجه داره، ملت های مختلفی داره، کرد داره، آذری داره، بلوچی داره، عرب داره و زبان های مختلف داره. میبینید من پدرم تالشه، خیلی از تالشی هستن ادعا دارن که من باید تالشی صحبت کنم. یعنی اینقدر ملیگرا هستن در این سرزمین که با ملت های مختلف هستن. فقط مدل کورش میتونه به اونها کمک کنه و بدون اسلام به یک آزادی مثل غرب برسن. اینو من میخوام، اینو که گفتم اینجا واقعا دعا میکنم که این مخالفانی که هستن، من بهشون احترام میذارم، واقعا هم آزادی رو دوست دارن، واقعا هم میخوان ایران آزاد بشه، ولی بدون اون مدل نمیتونن به هدف خودشون برسن. و مخصوصا اینکه اگه اسلام رو کتمان نکنه، اسلام رو رد نکنن، غیر ممکنه. برای اینکه مصر نتونست برسه به اون آزادی، عراق ما نتونست به اون آزادی برسه، الان تازه گرفتاری داره شروع میشه، آیت الله خامنه ای اونجا گرفتاری رو شروع کرده و افغانستان نشده، اینا نمیتونن. فقط این مدل کورشی که میتونن. مردم ایران واقعا باید بچسبن به مدل کورش، مدل کورش، تا بتونن از اون مدل استفاده کنند، گام بردارن، برسن به مدل آزادی غربی. آمین آمین. من واقعا تشویق شدم این مدل کوروش رو یاد بگیریم. شاید یه برنامه یا برنامه ها لازم باشه که شما بخواید روش وقت بذارید، ولی وقتی راجع به کوروش کبیر صحبت میکنید، ما میدونیم که او اعلام کرد که یهوه فقط خدا هستش و نه فقط همین آزادی اعلام کرد در اون کشور. و چه خوب میشه دکتر شایسته که از این کلیپ ها بدید شما بیرون که وقتی اشاره میکنید مدل کوروش چه سیستمی هست، چه فرمولی میتونه واقعا تاثیرگذار باشه، آیا تو قرن 21 چقدر میتونه کاربرد داشته باشه، و چنین کلیپ های رو در واقع بدید در واقع به جامعه ایرانی که ببینن بشنون. من میخوام در انتها، چون برنامه تمام میشه چند دقیقه دیگه اینستاگرامی ها میرن از ما، بفرمایید اسم تلگرامتون چی بود؟ آگاهی و آزادی. آگاهی و آزادی، یعنی برن تلگرام بزن آگاهی و آزادی، میتونن دسترسی داشته باشن به در واقع کانال تلگرام شما. بله بله، اونجا 4 تا موضوع رو که خیلی حیاتی هست برای ایرانی ها یاد بگیرن، مخصوصا ایرانی هایی که در داخل کشور هستن. آدم دلش میسوزه. بله. ایران از زمان سلطنت قاجار، یعنی اون اواخر تا به حال، همش تظاهرات، کشته، کلک، حق بازی لیدرها، گرفتار میشن. مثلا یادم میاد که یه روزی پدر من صحبت میکرد، میگه یه روزی سوار شدن، با ماشینا سوار شدن تظاهرات رفتن برای دفاع از مصدق، ولی برگشتن از شاه دفاع میکردن. یعنی میخوام بگم که به خاطر ناآگاهی هست که فوری از این به اون میپره، از اون به این میپره. آدم دلش میسوزه. فقط این کار من اینه، یعنی اینو گذاشتم در تلگرام که به کانال تلگرام که مردم، مسیحی‌ها و ایرانی‌ها آگاهی داشته باشن که چگونه میتونن از کلک‌ها خودشون رو آزاد بکنن و چگونه میتونن بر زندگی خودشون و به وسیله خودشون بر روی کسای دیگه اثرای مثبت و کارساز و خلاقی بگذارن. آمین که اتفاق میفته. کانال آگاهی و آزادی رو عزیزان حتما برید و ببینید. اگر سوالی چیزی دارید میتونید مطرح کنید، مسلما با خود دکتر صحبت کنید، به یوتیوب پیشون تشریف برید، فیلم های مختلفی رو که زحمت کشیدن، مخارج بالای رو تقبل کردن تا اینکه آماده بشه رو ببینید، بشنوید، تکثیر کنید، به مردم بگید که بخونن ببینن. مسلما یک شخصی که اینقدر تحصیلات عالی داره و تجربه عالی داره که به این شکل با دیدگاه مسیحیت میتونه راجع به اینجور مطالب مهم صحبت کنه، میتونه تاثیر بسزایی داشته باشه. خیلی ممنون با ما بودید دوستان عزیز، و خیلی ممنون از دکتر شایسته عزیز که فرصت دادید با ما باشید، از وقتی گرانبهاتون. به فیض خداوند
قول بدید که بازم در خدمتتون باشیم و بتونیم از وجودتون برکت بگیریم و دعا میکنیم که خداوند ایران عزیز رو به یاد بیاره. دعا میکنیم که اون روز رو ما ببینیم، زنده باشیم، که مردم خودشون تصمیم میگیرن. همون سخنی که من سالا پیش در شبکه محبت گفتم، که اگه مردم خودشون نمیخوان پیرو مسیح باشن یا نباشن یا حتی اسلام، واقعا ما کی هستیم که به مردم چیز رو بقبولونیم؟ و خدا این کارو نمیکنه و به فیض خداوند روزی بشه که پرده ها کنار بره، مردم به خدای حقیقی ایمان بیارن، نجات پیدا بکنن. شما رو در ایران دوست داریم، فراموش نمیکنیم، بیاتون هستیم. به عنوان عضوی از جامعه ایرانی که در واقع خارج از کشور زندگی میکنه دعا میکنیم به فیض خداوند که خداوند شما رو محافظت کنه و به زودی در ایران عزیز شما عزیزان رو از نزدیک ببینیم و دست شما رو بفشاریم برای تمام خدماتی که زحمتایی که این سالها کشیدید. خداوند شما رو برکت بده. شایسته، خیلی ممنون از وقتتون، واقعا محبت کردید. خداوند شما رو برکت بده. اگه میخواید خداحافظی کنید، با خداحافظی شما تمام کنید. خیلی ممنون از شما، واقعا خوشحال شدم که باهاتون بازم وقت داشتم و همچنین تشکر میکنم از برادران و خواهران برای صبرشون، برای تحملشون، و از اونها تقاضا میکنم که اگه هر جوری ممکن است این پیغام رو به کسای دیگه هم برسونن. آمین آمین. خدا برکت بده شما رو. تا دیدار بعد که در خدمت تو خواهی بود، خداوند شما رو حفظ کنه. شاد باشید. آمین.